سلام به همه، خوش اومدید به کریر مود با منچستر یونایتد به همراه فیفا باز. به کریر مودمون ادامه میدیم در حالی که ممفیس دپای رو برای یک تمرین سنگین آماده بکنیم و ببینیم که سیمولیتمون چطوری عذاب در میاد. یه مدتی که زیاد خوب جواب نمیده این کار، ولی بله ممفیس بازم اف گرفت، اون زیاد جالب نشد. البته همونطور که میبینید منیجر پاپولاریتی ریتینگمون یا اون محبوبیتمون رفته بالا، آن تارگت هستیم، خیلی خوب داریم پیش میریم، تیشرت ها رو به اندازه کافی فروختیم و کلن الان وضعمون خوبه، رنگ شماره یک هستیم، فایننسمون رو هم که همونطور میبینید هر روز بیش از پیش درآمدمون داره بیشتر میشه. تا الان 311.74 میلیون دلار درآمد داشتیم، 46 میلیونش بابت تیکت ها و فروش بلیط ها بوده و کلن همه چیز داره خیلی خوب پیش میره. بودجهمون همچنان 196 میلیون دلار دستمون رو باز میکنه برای ترانسفر ویندو ژانویه نیم فصل. ببینیم که کیا رو بخوایم بخریم، در مورد اونم همچنان فکر بکنید و نظراتتون رو بنویسید. خب یه نگاهی هم به تقویم میندازیم، استوک و لیورپول رو تو ماه اکتبر جفتش رو 2-1 بردیم. بازی بعدیمون تو یورولیگ مقابل سلتا ویگوه که قرار سیمولیت بکنیم و تو این قسمت این اپیزود میتونید بازی چلسی رو از همینجا تماشا بکنید. بازی بعدی توی لیگ کاپ مقابل تاتنهامه که شاید پخشش بکنم میفته برای قسمت بعدی اگه این کارو بکنیم، چون بازی جذابیه. و 29 ماه هم که آخر ماهه با برنلی بازی داریم. خب با تیم دوممون به سراغ سلتا ویگو میریم. بازی تو زمین خودمون تو اولترافورد نباید کار سختی باشه. رشفورد تو بازی، اشلی یانگ تو بازی، شوانشتایگر تو بازی و اینا باید ببرن. دقیقه 9 دارمیان یه کارت زرد میگیره، هررا دقیقه 14 اولین گل رو برامون میزنه. مساوی کردن. کابرال گل دوم هم خوردیم و 3-2 باختیم. خب این ترکیب بازی که قرار مقابل چلسی در استنفورد بریج داشته باشیم، میشه گفت که تقریبا بدون تغییر به نسبت بازی قبلی. البته میبینید که دلی بلیند رو جایگزین لوکشا کردم که خب فرمش خیلی بهتر از لوکشا بود، منم گفتم چرا که نه عوض بازی کنه. در یک هوای آفتابی در شهر لندن در استادیوم استنفورد بریج، استادیومی که توی دموی فیفا 17 هم ای که بازی کرده باشید زیاد بد دیده باشید، چون که فقط همین استنفورد بریج بود و یکی دوتا استادیوم دیگه. جان تری رو میبینید، کاپیتان خیلی خیلی قدیمی چلسی که یه چند دفعه فکر کنم خواست خدافظی بکنه و پشیمون شد، برگشت، اصلا معلوم نشد چی شد. به هر حال تصمیم گرفت که با چلسی تمدید بکنه فصل دیگه. جدول رو میبینید، یکی و تنها در صدر جدول با یک بازی کمتر از واتفورد رو ببینید که اونجا من نمیدونم واتفورد چطوری تا رتبه دوم تونسته خوش رو بالا بکشه. اونم خودش خیلی جالبه. آنتونیو کونته فصل بدی رو شروع کرده، هم تو فیفا اینجا پایین جدولن، هم تو دنیای واقعی. خریدشون رو میبینید، داوید لوئیز رو خرید چلسی و یعنی واقعا همه موندن که چرا تو داوید لوئیز رو برمیگردونی. به هر حال داوید لوئیز رو چلسی بازم میخره و میذاره تو ترکیبش، زیادم خوب جواب نداده. چلسی پایین جدوله، حتی این هفته موفق شدن که تو دنیای واقعی رو دارم میگم که لستر رو 3-0 ببرن. حتی لستر هم شرایط جالبی قرار نداره خودش در حال حاضر و به منچستر هم فکر کنم 4-1 باختن. و از همین لحظه بازی با سوت داور شروع میشه. یک هوای خیلی خوب، آفتابی، قشنگ، زیبا، همه چی آماده است برای یه سمتیاز شیرین دیگه برای تیم منچستر یونایتد که جایگاه خودمون رو در رتبه اول لیگ تثبیت بکنیم، که رو به عقب بالاتر سزار آسپیلیکوتا پاس تو عمق میفرسته برای ایدن هازار که اونجا رو خیلی دوست داره. معمولا یه سانت کوتاه، بلیند روی توپ اثر میذاره، حالا تو محوطه ویلیان شوتش بلاک میشه و مارسیال رونی رو میبینه. رونی باید اونجا بلیند رو ببینه، بلیند پاس خوب به میخیتاریان، اگه بتونه کنترل بکنه میرسه به توپ ولی داشت همونجوری یه ضرب سامتش رو میکرد. پوگبا به مارسیال، دلی بلین جلو کشیده، منتظر مارسیال، الان اتفاق میفته، دریبل خوب از مارسیال میاد تو محوطه مارسیال و پاس بده، این کار میکنه زلاتان، گل اول،
گل اول روی حرکت با کلاس آنتونی مارسیال و یک اوورلپ بجا از دلی بلیند میزنه زلاتان. کار تیمی خوب از بازیکن‌های منچستر یونایتد. پوگبا به جمع منچستری‌ها میپیونده برای شادی گل. وقتی که زلاتان گل میزنه همه میان. ببینیم چه اتفاقی افتاد. مارسیال اینجا داوید لوئیز رو از صحنه محوطه جریمه محو کرد و زلاتان کاری که توش استاده رو انجام میده، یعنی گلزنی با هر پایی. 8 گل در لیگ برتر. اسمالینگ خوب دفاع میکنه. اسمالینگ این فصل برای منچستر. وین رونی، میخیتاریان برای رونی، از راه دور میخواد شانسش امتحان بکنه. داوید لوئیز نمیذاره، ولی ضربه سر برگشتی رونی هم کافی نیست برای گلزنی. AI معمولا گل نمیخوره. میخیتاریان یه دریبل خوب اونجا میزنه. حالا میخیتاریان پاس میده برای پوگبا. یه دونه از اون گله پوگبوم داشت میزد ولی گل نشد. حالا رونی کورنر رو میفرسته برای دروازه. اونجا ایوانوویچ یه گل برای چلسی میخره. درلین یه نگاهی میندازه و ترجیح میده بگه به نزدیکترین پلیر یعنی پوگبا پاس بده. اونجا باز هم آنتونی مارسال تو محوت هست. پوگبا باید گل کنه. چرا شوت نزدی؟ کیهیل دنبال بازیکن میگرده، پاس بلند و ناموفق به ویلیان. رو تا الان بازم چلسی صاحب توپ میشه و این میشه گفت جدی ترین موقعیت چلسی از اول بازی تا الان بود. ضربه سر دیگو کاستا نمیگرفتم، میرفت بیرون. البته کورنر رو میفرستن به سمت دروازه و تا الان اصلا نتونسته انجام بده. حتی حمله کاملا بی خطر رو دارن. حالا دیگو کاستا کورنر، کورنر برای چلسی. 85 دقیقه، 5 دقیقه بیشتر تا پایین بازی وقت ندارن. پدرو رو میارن تو، حالا سانتر رو میکنن سمت دروازه. هزار میزنه و گل. شلوغ شد آخر سر روی ضربه شروع مجدد چلسی به گل رسید. منچستر 1 چلسی 1. استنفورد بریج خوشحال از گل چلسی. هزاری کنترل عالی میکنه و ضربه سر اول رو نتونستیم بزنیم. اونجا باعث شد که گل بزنن. دو دقیقه تا پایین بازی وقت داریم هنوز. ممفیس رشفورد برای رونی، همه اونجا ببن تو محوطه جریمه. خاص اشتباه والنسیا واقعا دلمو شکست. البته هنوز برمیگردونن توپو. فابرگاس توپو کنترل میکنه. پدرو، داوید لوئیز، ایدن هزار، حالا پدرو تمام سرعتش میخواد بزنه. خطا نبود دیگه این. چلسی حالا یه بار دیگه داره شانس که امتحان میکنه تو شاید اصلا ببرن بازی رو. رشفورد اگه داور سوت نزنه شاید این موقعیت خطرساز بشه برای چلسی. منچستر یونایتد داره حمله میکنه. مارسیال سانچ میکنه ولی داوید لوئیز اونجاست تا توپ رو دفع بکنه. و سوت پایان بازی، بازی یک یک مساوی میشه. نتیجه بدی برای ما نیستش تو زمین چلسی، بالاخره خارج از خانه. ما همچنان در سر جدول بالاتر از واتفورد ایستادیم. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لطفاً لایک بکنید، بازنشر و برای ویدیوهای بیشتر کانال رو دنبال بکنید. فعلا تا یک ویدیوی بعدی، خدافظ.